به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. امام باقر علیه السلام ضمن روایتی فرمودند شخصی محضر ایشان حاضر شد و عرضه داشت که یبن رسول الله، من از زمان حجاج تا کنون والی بر مردم بودم، آیا می توانم از گناهان خودم توبه کنم؟ حضرت پاسخی ندادند. دوباره عرض حاجت کرد و سوال خودش رو پرسید. حضرت فرمودند تنها یک راه داری، اینکه حق و حقوق مردم را به ایشان بازگردانی و الا برای تو برگشتی نیست. خیلی وقتها حق الله رو میشه با فعال کردن و به جوش آوردن دیگ رحمت الهی و توبه بخشش الهی رو کسب کرد، اما وقتی که حقوقی از مردم به گردنمون باشه، با توجه به عدل الهی راه فراری برش نیست و توبه ما چه بسا بی نتیجه خواهد ماند. از خدا بخواهیم که ما رو نسبت به حقوق دیگران اهل فهم و درک قرار بدهد. مهربان ترین مهربانم، همه زیبایی های عالم را به پیش کش آورده ای و من سرخوشم از عطر و حلاوت همه آنچه در این شبها و روزها عرضه داشته ای، از شادی پرشوری که در وجود اوقاتم ریخته ای، از سرگشتگی های شبانه و تشنگی های روزانه. اصلا تو این وقت، زمان و عصر رمضان را چنین آفریده ای، هر سحر عاشقانه ترین عاشقانه هایت را در گوشم زمزمه می کنی و من چون کودک نوپا با زبان الکن تکرار می کنم و روحم پر می کشد تا آنجا که در وهم هم نگنجد، آنجا که تو میگویی مرا بخوانید و من با همه وجودم باز میخوانم. اللهم انی اسالک من بهائک بابها. بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و سلام و درود به محضر امام زمان و سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان عزیز، برادران و خواهران ایمانی. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و الهی لبتون خندون باشه. شب و روزهای پایانی ماه رحمت و مغفرت و ضیافت الله، امیدوارم توی این یکی دو روز باقی مونده بهترین ها رو برای خودتون رقم بزنید و از خداوند متعال در این ماه خواسته های خوب خوب داشته باشید. خداوند متعال در یک حدیث شریف قدسی داریم که من نزد گمان بندگانم قرار دارم. یعنی اگر ما نسبت به خداوند متعال گمان خوب داشته باشیم، زندگی ما به خوبی پیش خواهد رفت، و اگر هم نگاه و گمان بد به خداوند متعال داشته باشیم، چه بسا مسیر ما آتش و جهنم خواهد بود. داره در روایات که فردی رو دارن به سمت جهنم میبرند، او عقب عقب و پشت سرش رو نگاه میکنه. ندا میرسه که از چه به پشت سرت نگاه میکنی؟ میگه من در دنیا بر این باور بودم که خداوند کریم و مهربان است و بندهش را نمی سوزانم. ندا از جانب خداوند باری تعالی میرسه که به عزت و جلالم و ارتفاع مقامم قسم که دروغ میگه، ولی من دروغ این بندهام رو خریدارم، برش گردونید به سمت بهشت. اگر به خدا اعتماد کنی و ظن خوب داشته باشی، بنابر آنچه که در دعای اتفاقا همین ما به خداوند متعال میگیم از کلام امام سجاد و دیگر حضرات، اون وقتی که زندگی ما یک رنگ و بوی متفاوتی پیدا خواهد کرد. خدا رو خیلی دوست داشته باشید که او به عنوان خالق عاشق بندگان شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت و سلام
خدمت شما بینندگان عزیز و روزداران گرامی. در خدمتون هستیم با یکی دیگر از نکات بهداشتی از روایات اهل بیت و طب سنتی اسلامی انشاءالله. خیلی میشنویم به اینکه خوردن سبزیجات و میوه ها در ماه مبارک رمضان به ما کمک میکنه تو اینکه کمتر گرسنه و تشنه بشیم، ولی نحوه خوردن درست اینها رو معمولا بهمون نمیگن و ما هم فقط مصرف میکنیم. چطور مصرف میکنیم؟ غذا که میخوریم روش یک بشقاب سالاد میخوریم، ما بین غذا از سبزی خوردن استفاده میکنیم. غذا که تموم شد سفره رو که جمع میکنن تو مهمانی ها رو، حالا من دارم بیشتر مد نظرم هست که یک چیزی برای همه این اتفاق تکرار میشه، جلوی همه میوه میذارن، روی غذا میوه میخورن، نوشیدنی میخورن. خب اینها رسم رسوماتیه که معمولا تو ایران اتفاق میفته. اگر بگیم ما پس میوه‌مون رو مصرف کردیم، سبزیجات رو مصرف کردیم، چرا ما هنوز دچار مشکل و آسیب هستیم؟ به دلیل اینکه عزیزان من درست استفاده نکردیم. خوردن سبزیجات باید قبل از وعده غذایی باشه، خوردن میوه ها باید قبل از غذا باشه. قاعده بدن اینه که در معده خودمون، این قاعده رو یاد بگیرین هیچ وقت دچار مشکل نمیشین، در معده خودمون غذاها باید به ترتیب زود هضم شدن به طرف دیر هضم شدن مناسب همون وارد بدن بشن. اگر ما یه غذایی که دیر هضمه وارد معده بکنیم، خوب دقت بکنیم، بعد از اون بخوایم یک سبزیجاتی که خیلی زود هضم هستن واردش بکنیم، خب این غذا یک ساعت طول می‌کشه هضم بشه تا بیاد نوبت به هضم غذایی که زود هضم تر بوده برسه. اون غذا به خاطر لطافتش، اون سبزیجات به خاطر لطافتشون تو معده ما فاسد میشه و اون فساد میرسه به هضم شدن و بدن ما یک چیز فاسد رو هضم میکنه. ولی وقتی که میوه و سبزی وارد بدن میشه، اینها زود هضم میشن. غذای سنگین هم که روش بیاد اینا سریع هضم میشن، دفع میشن و نوبت به اون غذا میرسه، اون غذا به صورت سالم جذب بدن میشه. لذا دقت کنید تو اینکه میوه‌جات و سبزیجات رو قبل از غذا میل کنید تا بتونید از تمام انرژی و خاصیتشون بهره مند بشین. موفق و سالم باشین. در پناه حق یا علی مدد. خیلی خوش آمدید. خیلی مختصر میخوام یه نکته ای رو یادآور بشم و انشالله با کارشناسمون همراه بشم. مکتب اسلام مکتب عقل و قلبه، یعنی هم بخشی به اندیشه و فکر و بخشی رو هم برای احساسات زمان بندی کرده، آموزش داده و معارفی رو تنظیم کرده. با توجه به این که برای بنده خوب خدا بودن، برای اینکه یک عبد خوب و درست باشیم، نیاز داریم به یک سری پایه‌ها و باورهای دینی پایبند باشیم. حلال و حرام از اساسی ترین پایه‌هایی است که باید بهش اعتماد کرد، توجه کرد و توی زندگی اون رو تنظیم کرد. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید اوقاتتون رو بر 4 قسمت تنظیم ساعتی رو به مناجات و خلوت با خداوند متعال تنظیم بفرمایید. ساعت و دقایقی رو، لحظاتی رو برای تهیه معاش، یعنی اون روزی حلالی که خیلی چیزایی ما رو تحت شعاع قرار میده که اگر روزی ما به طور معروف تبدیل به حرام بشه به هر دلیلی یا ناخالصی درش وارد بشه، فاصله بین ما و امام زمان، فاصله بین ما و خدا رو ایجاد میکنه و اون وقته که خدای نکرده ما در دام شیطان میافتیم. انسانی که میتونست عبد صالح الهی بشه میشود شقی ترین افراد و جلوی امام خودش سفارایی میکنه و به قول قدیمی ها گوش شیطون کر، چه بسا کارش به جایی برسه که به او بگویند قاتل امام، مانند اون 30,000 نفری که در کربلا سفارایی کردن و سید الشهدا تعبیرشون بر این بود که ملت بطونهم من الحرام. پس خلوت با خدا و تهیه معاش، اونم از نوع حلالش، رو تذکر داده امام معصوم.
وقت و ساعتی رو برای ارتباط با برادران دینی قرار بدیم. با یک اختصاص خیلی ریز حضرت فرمودند: برادرانی که عیوب تو را به تو گوشزد می کنند و در دل نسبت به تو اخلاص دارند. مهمه چه کسانی رو دور خودمون بچینیم، زندگیمون رو با کیا همراه بکنیم، خیلی مهمه. لذا امیرالمومنین در دعای کمیل می‌فرماید: و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک. پیداست دوستان اگر خدایی و الهی شدند هم نعمتن و فاصله از اونها نقمته، و امیر مؤمنان به خدا پناه میبره از این فاصله‌ای که بین دوستان و اولیای الهی میفته. دوستی خوب مردم که با دیدن اون یاد خداوند متعال میفته. حالا اینو تأمین بدید در بین دوستان همه مقاطع زندگی، دوست خانوادگی، دوست دانشگاهی، دوست محل کار، ببینید کدوم شما رو سوق میدن به سمت خداوند متعال. با اونا معاشرت داشته باشید، براشون وقت بگذارید. و گزینه چهارم که مؤثر در اجرای بهتر اون سه پیام امامه، وقت و ساعتی رو برای خلوت با محارم خودتون، یعنی تفریحات سالم و کسب انرژی های احساسی و خانوادگی. حالا من یه قدری دوتا کلمه دارم اضافه میکنم، یعنی خوشی هایی که کمک میکنه شما سر شوق و ذوق بیایید، توی کارت آدم موفق تری باشید، در ارتباط با دیگران ارتباطات مؤثر داشته باشید، در خلوت با خدا با یک آسودگی فکر و خیال سر سجاده بشینی خدات رو صدا بزنی. خوب که این روایت رو بررسی میکنی، برمیگردیم سر حرف مقدمه: اسلام به عقل و احساس بها داده و پایه های اصلی معرفت الهی رو تنظیم کرده، چون دوباره اون رزق حلال میره در قالب معرفت، اون ارتباط با دیگران که صله رحم رو چه بسا شامل میشه میره در معارف الهی، بودن با خانواده، فرزندان، همسر، عیش و نوش حلال باز دوباره میره در مسیر معارف الهی قرار میگیره، اون روزی حلال هم مؤثر در مباحث باز دوباره معارف الهی است. و نگاه میکنی این چهار تقسیم بندی زمانی، مدیریت زمان، به شما کمک میکنه که یک بنده با نظم باشید، که جان عالم به فدای امیرالمومنین فرما چی؟ و نظم امرکم، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. خیلی مخلص. به نماز اول وقت بسیار اهمیت میداد. پیش از آغاز نبرد و پس از پیروزی نماز میخواند تا سپاهیانش دریابند همه این درگیری ها و خشونت های ظاهری باید رنگ خدایی داشته باشد و نه انتقام جویی شخصی و یا کشورگشایی. می فرمود چیزی محبوب تر از نماز نزد خداوند نیست، پس هیچ کار دنیوی باعث نشود آن را از وقتش تأخیر افکنید. هنگام قحط سالی نماز باران می خواند، پس از نمازها تعقیبات می خواند. از زبان پیامبر نقل می کرد که نماز شب باعث خرسندی خداوند، عشق فرشتگان به برپادارنده آن سنت پیامبران می شود. نماز شب نور معرفت، پایه ایمان، آسودگی بدن، تنفر شیطان، سلاحی علیه دشمنان، پذیرش نیایش، قبولی کارها، برکت درآمد، واسطه صاحبش با فرشته مرگ، چراغی در قبر، پاسخ نکیر و منکر، همدم و بازدید کننده در قبر است. خودش هرگز نماز شب را ترک نکرد، حتی در شب لیلة الحریر که نبرد دشوار صفین در آن شب زمستانی رخ داد. پاها و ساقهایش از ایستادن در نماز ورم کرد. ابن ابی الحدید میگوید
و اما عبادت. پس علی عابدترین و پرنمازترین مردمان بود، از همه بیشتر روزه می گرفت و نمازهای مستحبی را برپا می داشت و هماره ذکر می گفت. و چه گمان می برید درباره مردی که پیشانیش از بسیاری سجده همانند زانوی شتر شده بود؟ خیلی خوش آمدید به برنامه ادب حضور. 28مین سحر رو محضر شما هستیم. اجازه بدید سوال 28م رو هم براتون بخونم و خیلی زود بریم خدمت کارشناس عزیزمون سید بزرگوار. سوال 28م مسابقه حلاوت قرآن، سوره‌ای که آیه دوم آن اشاره به امتحانات الهی دارد و در مقام بیان این است که ایمان آوردن تنها به زبان کافی نیست، کدام سوره است که این مشخصات درش هست؟ گزینه اول سوره مبارکه صافات، گزینه دوم سوره مبارکه علق و گزینه سوم سوره مبارکه مزمل و گزینه چهارم سوره مبارکه عنکبوت. عنایت داشته باشید، گزینه صحیح رو برای ما به شماره 2098-990-164-76-86 ارسال بفرمایید و انشاءالله یک نفر به قید قرعه هدیه و یادگاری رو دریافت خواهند کرد. خب برنده سحر گذشته رو هم خدمت شما اعلام بکنیم. 0933 و چهار شماره آخرشون 98-66. انشاءالله دوستان روابط عمومی با شما ارتباط برقرار خواهند کرد و طریقه ارسال اون هدیه و یادگاری رو محضر شما اعلام خواهند کرد. آماده اید بریم محضر حضرت حجت الاسلام سید حسن حیدری با ما همراه باشید. آجا سلام علیکم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان امیرالمومنین صلوات الله علیه و بینندگان عزیز شبکه جهانی بیت العباس. ان شاء الله که هر جا هستید در پناه حضرت زهرا و امیرالمومنین صلوات الله علیه مستدام باشید. چه خبر آجا؟ الحمدلله خوبی. لطف خدا و احمد. این روزهای مهمانی داره تمام میشه. بله. به نظر شما توی این باقی مونده از روزهای ماه مبارک رمضان چه باید کرد؟ باید امیرالمومنین صلوات الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدن که با فضیلت ترین کارها تو این ماه چیه؟ حضرت فرمودن که الورع عن محارم الله. باید حساب کتابی کرد اون چی که توی زندگی هست از این محارم خدای نکرده یا معاصی هست، گناه هست، عزم و اراده کنیم بذاریم کنار و بیشتر خودمون رو به خدا و اهل بیت نزدیک کنیم که شقی نشیم، چون فرمودن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. الله اکبر. بخت شقی کسی که تو این ماه با عظمتی که خدا کرامت و رحمت و بخشش و آموزشش رو پهن کرده این محروم بشه. خدا ان شاء الله که ما رو ببخشه و به خودش پناهنده بشیم بهترین کار توی این قضیه. و بله انشاءالله توفیقش رو خدا خداوند متعال نصیب ما بکنه که شامل این توبه و فاصله از کارهای زشت بشیم. خب برگردیم سر بحث اصلی خودمون. این رو به عنوان مقدمه آغاز کردیم که بگیم چی کار بکنیم بنده خوبی باشیم. امام زمان چه راهکاری رو در دعای افتتاح به ما دادن که خب این شب الحمدلله به کلام از درجت در لسان شما یک سری مفاهیم و حرفها و رفتارها به تعبیری رسیدیم و ادب بر این شد که هرچه میخواهیم از جانب خداوند متعال بخواهیم و از درگاه او دست التجا بر نداریم. بله دقیقا. باید این ادب حضور رو از کلام اهل بیت یاد بگیریم، با دعاهاشون، با عباراتی که در جای جای ادعیه اهل بیت فرمودن یاد بگیریم که با خدا چجور تکلم کنیم. این که ما با خدا حرف میزنیم، حضرت اشاره خیلی زیبایی دارن به اون عتاب. عتاب تو که به جهلی من خدا را معاتبه میکنم، مؤاخذه میکنم، عتاب میکنم، تندی میکنم به خدا به خاطر جهلم، چون نمیشناسمش، چون عظمتش رو نمیشناسم. بعد امام این فقرات رو که توضیح دادن خدا اینجوریه اینجوریه،
بخشش داره، عفو داره، سماحت داره، بزرگی داره، با او با چگونه حرف زد؟ باید این موامین عالیه رو انتخاب کرد تا با اون مقام عالی هستی صحبت کرد. فرضا اگر ما ادبی نداریم گاهی وقتا در گفتگوی با خدا، این به خاطر ناشی از اون جهلمونه، ناشی از اون جهلمونه، یا اینکه اینقدر در عامیانه ها غوطه خوردیم که فکر میکنیم حالا ما با خدا هر چی گفتیم و هر چی شنفتیم و اینها همین درسته. و خب این یه مرحله است که ادب حضور با خداست، امام معصوم به ما یاد میده. و ادب حضور نکته بعدی با خود ائمه که و بزرگان دینی که این پیغمبر، این امام صلوات الله علیه و اجمعین، اینا چی هستن؟ اینا خودشون واسطه بین خدا و خلق هستن. اونا امامانی هستن که وسیله هستن و اونا حجت‌های خدا هستن. ما می‌بینیم خدا به رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید که ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، اینا که از پشت حجره صدا می‌زنن یا محمد اخرج الینا، اینجوری با اسم حضرت می‌گفتن، با بی‌ادبی و با یه حالتی، و خدا می‌فهمد اکثرم لا یعلمون، اینا نمی‌فهمن، نمی‌دونن. خدا می‌خواد دل پیغمبرش رو به دست بیاره به تعبیری، و همون عبارت عتبتو که به جهلی، یعنی همون جهدی که من نمیتونم با کی دارم صحبت بکنم. اونها هم همین گونه. احسن. اینا هم نمیتونم، این پیامبر، این خدمت شما عزیزم بزرگترین شخص عالم وجود هست و با او باید درست صحبت بکنم. این عبارتیه که ما باید ببینیم برخورد ما با این مجموعه دینی، خدا، پیغمبر، امام معصوم صلوات الله علیه و آله چجوریه. باید بفهمیم که اونا شخصیت‌هایی هستن که در قله ادبن، در قله احترامن، در قله اخلاقن، بالاترین مزیت هایی رو که خدا برای خلق انسان قرار در وجود اونها هستن و وصف میکنه اونها رو به اینکه شما دارای خلق عظیم هستین، انک لعلی خلق عظیم. خب این اخلاق نیکو در کجا تبلور پیدا میکنه؟ در گفتگوی اونها با خدا، در گفت به ما یاد میدن ما با پیغمبر خودمون، ما با امام خودمون اون گفتگو را به زیبایی انجام بدیم و از اونها یاد بگیریم و با اون خدایی که عالم وجود دست اوست با او هم چیکار کنیم؟ به همین زیبایی صحبت. یه سوال همینجا بپرسم بداهه. حالا یه سری افراد با جهلی که داشتن به خاطر همون عدم شناخت ولی خدا و نبی خدا به تعبیری می اومدند و با کمال بی ادبی، با صدای بلند، که خب در سوره حجرات هم دستورات اخلاقی داریم که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میومدن با صدای بلند، شاید حتی میرفت دیگه تو مرز عربده کشی تقریبا، با پیغمبر رفتن. خود سیره پیغمبر، حالا چون بحث ادب دیگه اومد به این فضا، خود پیغمبر چگونه با اینها رفتار میکردن؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله خیلی ادبشون زبون زده. صدای رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ جا بالاتر از افراد دیگه نبود. درست بود؟ یه صدای ملایمی داشتن، دلنشین. صحبت با ایشون شیرین بود. کتابی هست، مکارم الاخلاق مرحوم شبر هست. اولش یه سیره خیلی قشنگی از رفتارهای رسول خدا صلی الله علیه و آله میاد. اون جمله این لین بود. خشن نبود. فضن غلیظن لو كنت فضا غليظا لانفضوا من حولك. اگر شما بد زبان، بد دهن باشی، با خشونت برخورد کنی، از دور و برت میرن. درست شد که دور و برت نمیاد. رجا پیامبر اینجوری بود. خدا به حضرت موسی هم که میفرسته قولوا له قولا، قولا له قولا لینا، با صحبت کنید. حتی افراد بودن خیلی بودن با غضب با پیامبر رفتار میکردن و پیغمبر رو معاتبه میکردن، پیامبر با اینها با رفتار خوبی جواب میدادن. و همین سیره در ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بود. امام حسن مجتبی صلوات الله علیه چسته بودن، یه شخص شامی آمد و شروع کرد ناسزا گفتن به حضرت، بدی گفت به حدی که اصحاب دیگه داشتن کنترل خودشون از دست میدادن، یه واکنشی نشون بدن. حضرت فرمودن، اشاره میکردن، بعد با مولای مرد از کجا اومدی؟ از شام اومدم. این سیره اهل شامه،
سیره ما اهل بیت نیست. این سیره اهل شامه که زبونشون بر ما تنده، داد میزنن، دعوا میکنن، ناسزا میگن، لعن میکنن به ما اهل بیت. این سیره ما نیست. اگر غریبی به جا میدیم، جا نداری جا بهت میدیم، مرکب نداری مرکب بهت میدیم، توشه زاد سفر نداری بهت فراهم میکنیم، گرسنه ای سیرت میکنیم، اصلا طرف همجور نگاه کرده گفت که الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتش در چه خانواده قرار بده. و گاهی میبینیم که این اخلاقهای تند مذمت میشه از زبان پیامبر، از زبان امیرالمومنین صلوات الله علیه. مثلا آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه شماره 3 نهج البلاغه که من توصیه میکنم برن دوستان اهل بیت این خطبه رو بخونن، و حتی توصیه هم هست که به کودکانتون تعلیم بدید این خطبه رو، حفظ بکنن این خطبه رو در کنار خطبه امام سجاد صلوات الله علیه. اونجا یه بخشی داره امیرالمومنین صلوات الله علیه انتقاد میکند از رفتار کی؟ رفتار اون فرد دومی که اومد و غصب کرد حق امیرالمومنین صلوات الله علیه. حضرت میفرمود که سیرها فی حوزه خشناء یغضب کلمها یخشن مسها و یکثر العثار فیها و الاعتذار منها. یه آدم سخت، یه آدم خشن، غلیظ داد میزد، دعوا میکرد و مرتب اشتباه میکرد، مرتب عذرخواهی میکرد. فصاحبها کراکب الصعبه، حضرت میفرمود کسی که همراه باش میشد مثل اینکه سواری شطور چموش شده. و این اشتق لها خرم، اگر میخواست این افسارشو بکشه این بینی خودشو پاره میکرد که اون افسار در کنایه از این که خیلی تند و تیز و خشن. اگر این اصل سلاح تقحم، اگر اون رو رها میکردیم به حال خودش در پرتگاه قرار میداد. فمونی الناس لعمر الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض، مردم نمیشن با این چیز رفتار کن، دورنگی، دورویی، پیش روش مدح میگفتن، پسرش بدی میگفتن، نمیدونم مونده بودن با این چیزی برخورد کنن. ابن عباس میگه من یک سوال میخواستم بپرسم، یک سال من میکردم این سوال رو بپرسم. یعنی اینقدر بد بود. وقت امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی خودشون دارن انتقاد میکنن این رفتار رو، صد البته میتونم خودشون این رفتار رو داشته باشن و اهل بیت همینجور بودن. بنابراین ادب یعنی اینجا شما میخوای با خدا ادب داشته باشی، این ادب رو کجا بروز میدی؟ در مقابل ارتباط با امام معصوم. لذا حضرت با این عبارت لطیف ادبتو که به جهلی، اگر من دارم اماممو معاتبه میکنم، اگر دارم خدا رو معاتبه میکنم، این رو نادانی منه، رو جهل منه، من باید بفهمم با کی دارم صحبت میکنم. درست شد؟ امام حسن مجتبی صلوات الله علیه وقتی در حضور برای نماز یا برای طواف واقع میشدن، تمام رنگ حضرت متغیر میشد، تمام وجود حضرت تحت تاثیر قرار میگرفت و اصحاب میفهمیدن این رو. ما حدودا 26-27 شب با تمام دوستان عزیز پیرامون معرفت خدا داریم صحبت میکنیم. حالا به این نتیجه رسیدیم به تعبیری که در روایات داریم و خاصتا از وجود نازنین سید الشهدا حضرت آقای خانی روایتشو خواندن که اون معرفتی که برای خدا نیازه به عنوان شناخت، یعنی شناخت امام زمان وقتش هر کسی. خب حالا این شناخت رو چجوری به دست بیاریم تو این فضای سخت و تنگی که در طول روزهای حیاتمون داریم؟ خب به نوعی پاره‌های مختلفی از گزاره‌ها به آدم میرسه، اون حقیقت رو چجوری به دست بیاریم؟ ببینین اینجا چند تا مطلبه. مطلبی که ما باش سر کار داریم اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله ایشون فرمودن این تارکون فیکم الثقلی، من دو تا منبع براتون میذارم، دو تا ثقلی که بهش رجوع کنید، قرآن و اهل بیت. شما معارفتون رو از این بگیرید، از این منبع سراغ اطراف و این طرف و اون طرف نه. شما میخواین امام رو بشناسید، یک امام شناخت ظاهری، ایشون کی هستن، فرزند کدوم امام هستن، پدرشون کی بوده، مادرشون کی بودن، کی به دنیا اومدن، کی از دنیا رفتن، وظایفشون چی بوده، در چه زمانی بودن، کیا هم اسباش بودن، یه شناخت ظاهری. یه شناخت به خود امامه و ویژگی های امامه و صفات امامه و عظمت امامه، خلقش چجوریه، وجودش چجوریه، بعد کنار اون اخلاق امامه، کردار امامه، تمام اینها رو علما اومدن در مجموعه ذکر کرد. و
بعضی اختصاصیه مثلا معرفی کنیم، شاید بگیم کتاب خیلی شسته رفته که اگه معرفی کنیم کتاب بصائر الدرجات است. بله بسیار زیبا، مرحوم صفار. بله مرحوم صفار خیلی کتاب خوبیه. مال چه قرنیه؟ مرحوم صفار در زمان ما حسن عسکری صلوات الله علیه، خیلی به زمان معصوم. بله یعنی جزء کتابایی که میشه بهش خوب استدلال کرد. ایشون رو بعضی از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام میبینن صلوات پالایش کرده. خیلی کتاب قشنگیه در اینکه امام کیست، ائمه چجوری هستن، ویژگی‌هاشون چجوریه، ما چجوری رجوع کنیم به ائمه، از چه منابعی اخذ کنیم، و تمام اینها رو خیلی زیبا بیان کرده مرحوم صفار. بسیار عالی. و اینکه کتابش در کنارش کتاب کافی، خب کافی بعد از مرحوم صفار، و اینا علمای خیلی دقیقی بودن، روایت پالایش کردن، تنظیم کردن، نوشتن، اینا رو به ما ارائه دادن. ما از لابلای این کتاب ها اون ادب حضور رو در مورد امام به دست میاریم، معرفت اصیل رو به دست میاریم. امیرالمومنین صلوات الله علیه به جناب سلمان و ابوذر فرمودن معرفتی به نورانی معرفت الله عز و جل، یعنی تو امام رو بشناس، خصوصیات امام بشناس، این معرفت به امام تو رو به معرفت خدا میرسن. و هیچ کسی هم تو اینجا قاطی با امام نیست که منم بگم منم هستم، اونم بگه منم هستم، اونم بگه نه. معرفت امام انسان رو به معرفت خدا میرسونه. بسیار عالی. یه فاصله کوتاه بگیریم، یه قدری از مناجات در دعای افتتاح رو با همین فراز اتحبت و به جهلی بشنویم، لذت ببریم و اونسمون رو بیشتر کنیم. حالا و بعضی ها بگن که آقا دیگه ماه رمضان تموم شد، دعای افتتاح. اولا اینکه انشالله حیات طیبه دارید، سال آینده دوباره باش مانوس میشیم، اما به جهت اینکه واگویه دل از کلام امام معصوم هست، درسته زمان رو براش ماه مبارک رمضان معرفی کردن، ولی به جهت دریافت معارف و شناخت ربوبیتی میتوان در طول سال هم بهش حداقل نگاه کرد، خواند، لذتش رو برد. و مأنوس شدن با این عبارت ها، خصوصا عباراتی که از جانب حضرات معصومین به ما رسیده، حال درونی و شناخت و معرفت و اندیشه ما رو نسبت به خدا و خود حضرات بالا میبره. ممنونتون. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فالأمن أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك على تدعوني فولي عنك وتتحبب إلي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول على صفر 933 و چهار شماره آخر 9866. این شماره برنده و برگزیده سوال قبلی یعنی در سحرگاه 27 هست که انشاءالله دوستان روابطون باشون ارتباط میگیرند و هدیه و یادگاری شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام رو به ایشان میرسانند. و اما سوال این برنامه، یعنی روز 28 و سوال 28، سوره‌ای که آیه دوم آن اشاره به امتحانات الهی دارد و در مقام بیان این است که ایمان آوردن تنها
به زبان کافی نیست. گزینه اول سوره مبارکه صافات، گزینه دوم سوره مبارکه علق، گزینه سوم سوره مبارکه مزمل و گزینه چهارم سوره مبارکه انکم. یک نکته رو بگم قبل از این که به حضرت آقای حیدری عزیز بپیوندیم و صحبتمون رو ادامه بدیم. دوستان میدانن در شب آخر از کنار هم قرار دادن حروف ابتدایی گزینه صحیح این سی شب یک جمله حاصل خواهد شد. این جمله برای خودش هدیه و یادگاری خاص داره. حالا بعضی ها میگن آقا ما سی شب شرکت نکردیم، به ایتا و یا فضای دیگر شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام که مراجعه بکنند، سوالات سی شب رو دارن. گزینه های صحیح هم دیگه در شب های گذشته رونمایی شده. اینها رو کنار هم بگذارن، جمله رو در بیارن، اون جمله رو برای ما بفرستن. به قید قرعه به سه نفر سه تا یادگاری بسیار بسیار عالی و نفیس خواهیم داد. وسوسه‌تون کنم، پرچم گنبد آقا سید الشهدا علیه السلام خواهد بود. سه تا پرچم از کربلا به زودی میاد و به سه عزیزی که در اون مسابقه نهایی شرکت بکنه تقدیم خواهد شد. خدا به همتون خیر بده. آقا جان در خدمت شما هست. یه نکته‌ای که خوبه اینجا بهش اشاره کنیم این نکته است که عتاب نسبت به خدا، نسبت به ائمه، عدم رعایت ادب، اینا گاهی چوب داره. گاهی باید خدمت شما عزیزم برخورد میشه از جانب خدا و از جانب خدمت شما عزیزم معصوم. داره که یه بند خدایی از عموزاده های امام صادق صلوات الله علیه ایشون اومدن یه شبی سراغ حضرت و تو اون جریان خیلی با حضرت بد صحبت کردن. حضرت میشه سفیدن با اصحابشون، به اصحاب گفتن برید شما در اتاق دیگری. ایشون آمدند و شروع کردن با حضرت به شدت به بدی صحبت کردن. تو اون گفتگوها که عتاب میکردن به حضرت، حضرت چی نگفتن، سکوت کردن، حرفاشو زد و رفت. و اینا آمدن و خیلی اظهار ناراحتی کردن. اصحاب گفتن آقا چرا با شما اینجوری رفتار کردن؟ گذشت مدتی دوباره حضرت به اصحابشون فرمودن شما برید در اون اتاق و دوباره ایشون آمدن با حالت عذرخواهی. خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله دیده بودن و حضرت اونجا فرموده بودن چه؟ فرموده بودن که چرا شما این کارو کردید؟ به او عتاب کرده بودن حضرت. چرا با امام صادق اینجور صحبت کردید؟ چرا ادب رو رعایت نکردی؟ و تبعاتی داشت براش. این بود که عمر او کوتاه شد و این تبعه غیر قابل بخشش بود. این عتاب پیامدش غیر قابل بخشش بود و خود او قبول کرده بود این مطلب و اومد پیش حضرت، عذرخواهی کرد و گریه کرد و گفت من قبول دارم برم این پیامد رو و سفارش و وصیت نسبت به فرزندانش برای حضرت انجام. یا کسی دیگری بود، مثلا سخنی از اهل بیت شنیده میشه، حدیثی از اهل بیت گفته میشه. خیلی مهمه که این حدیث رو ما بیم بیانش به چه شکلی باشه، جوری نباشه که مثلا یه عده اونو به سخره بگیرن، مسخره بکنن این کلام رو، یا اینکه خود کلام معصوم رو بهش استهزاء بکنن. و مرات ابن سمره شخصی هست، حالا تو روایت آمده که در پای منبر امام سجاد صلوات الله علیه نشسته و حضرت اشاره میکنن به اینکه رسول خدا صلی الله علیه فرمودن انسانی که از دنیا میره در حقیقت به یه عالم دیگری منتقل شده. بله. حیات اون هنوز چیه؟ ادامه داره. حیاتش از این دنیا منقطعه ولی روح اون هست، میبینه تشییع جنازه خودش، میبینه مشجعین خودش، میبینه قبر خودش، میبینه افراد رو میبینه، باشون صحبت میکنه. و این بنده خدا گفت خب اگر خندید، گفت آقا اگر این میت زنده است خب از اون تابوت بپره پایین بره دنبال زندگیش. این گفت این جمله رو با یه لحن تمسخر آمیز یا همه زدن زیر خنده. امام چی فرمود؟ امام فرمود که خدا اگر و مرتب نیست خندید به کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله
و خنداند مردم را به کلام پیغمبر. همون بحث استهزا. احسن. او را به مرگ ناگهانی بگیر. لا. 40 روز بعد غلامش اومد پیش امام سجاد صلوات الله علیه و گفت هیچش نبود. یه دفعه از دنیا رفت. وقتی او را تشییع می‌کردن من می‌شنیدم ناله های او را روی تابوت. یعنی چیزی رو که او انکار کرد غلامش میگفت من میشنیدم. غرض این که عتاب نسبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین چی داره؟ پیامد داره. ممکنه پیامد داشته باشه و این پیامدها گاهی غیر قابل برگشت هست. پس این واجب ماست که از خلال این ادعیه، از خلال سیره اهل بیت، از خلال روش اهل بیت یاد بگیریم که چجوری با اهل بیت صحبت کنیم و چجوری با خدا صحبت کنیم. وقتی میخواییم با خدا صحبت کنیم بریم دعاها را بخونیم، از خلال این دعاها این کلمات رو یاد بگیریم و بیان بکنیم. پس این مطلب خیلی مهمه که امام زمان صلوات الله علیه این عبارت رو در دعای افتتاح میارن. باید یاد بگیریم با خدا و امام معصوم چجور صحبت کنیم. بقیه در زمانهای دیگری هم بوده، حتی خود ائمه همیشه رو برخورد میکردن، یعنی با افراد عادی هم خیلی به تواضع رفتار میکردن. یه شخص سوال واقعا توی ذهن من، اصلا بنده میتونه نسبت به خدا با این ادبیات صحبت کنه؟ هرچند امام معصوم یاد ما داده، یه سوال من پاسخش تو دل خود دعاست، ولی آیا ما اجازه داریم با خدا با یک لحن عتابگونه حرف بزنیم، ولو اینکه ما از باب جهل با خدا اینجوری حرف بزنیم؟ ببینید تو کلام امام این نوع حرف زدن مدح نشده. بعد حضرت میگن عتب تو که به جهلی، این کلمه به جهلی یعنی بیان نقده، نه اینی که حضرت تأیید کنه. یعنی با این عبارت بگیم که اگر من با تو اینجوری حرف زدم خدا به من سخت نگیر، من جاهل بودم که اینجوری با. نه، حضرت میگه عتاب خوب نیست، خوب نیست آدم خدا رو عتاب کنه. میگه من چون نادان بودم نسبت به این مطلب، این از زبان ما، چون نادان بودم نسبت به این مطلب نمیشناختم، دارم عتابت میکنم، ولی شما گذشت داری، سماحت داری. اگر یکی میاد با شما بددهنی میکنه چون مقام و منزلت شما رو نمیشناسه و شما گذشت میکنی، مهربانی بهش میکنی، عزت خودت تایید اون نوع صحبت نیست. بله، عزت خودمون. بله، تایید اون نوع صحبت نیست که طرف بیاد هر چی از دهنش در اومد بگه ما هم گذشت داریم. پس میگه خب نه، این نوع حرف زدن خوبه، دفعه بعدم بیایم همینجور صحبت کنیم. نه، بذار حضرت داره اینجا بزرگواری خدا و عظمت خدا رو میگه. میگه این گذشت شما منو به طمع انداخت که این طلب رو بکنم. بله. تازه دیر شد، من چه کردم؟ عتاب کردم. این مدح نیست، نوع عتاب مدح نیست، بلکه جهل اون رو شخص رو میرسونه. حضرت میخوان بزرگواری خدا رو برسونه. حالا یه نکته دیگه من اینجا بگم در یک دقیقه. یک دقیقه خب فرصت کمیه. آره. ولی این که همون عبارت ابطاء عنی هست، یعنی گاهی این رو مصلحت، رو علم به عواقب امور این تأخیر میشه حاجت. درست شد؟ من نباید اینقدر ظرفیتم کم باشه و اینقدر جهل داشته باشم به خدا. این جهل اینجا نکوهش شده که چون دیر شد عتاب کنم. بعضی اصلا میرن قهر میکنن دیگه، مثلا خدا بر نمیگردن، اصلا قهر کردن، گرو کشیدن عبادات، نماز گرو میکشه، میگه نمیخونم تا حاجتمو بدی. نماز تکلیفه، چی ضرر میکنه؟ خودت تکلیف خودت. نماز اگه هیچ تمام مردم دنیا نماز نخون بشن به خدا ضرر نمیخوره. خدا بله ضرر ضرر من دیدم، چون نمازو 5 وعده بخونم، این 5 وعده سبب میشه که از گناه پاک بشم همون روز. بله. هی بهونه گذاشته منو پاکم کنه ببره پیش خودش. بعد امام زمان میفهمه، میگه شما به من تحنن میکنی، تحبب میکنی، من دوری میکنم، من رو میگردونم، من ناز میکنم برای خدا. خدا میگه بیا، من میخوام به تو عطا کنم، به تو لطف کنم. و این عبارات خیلی زیباست که حضرت در اینجا فرمودن. پس اگر اون ابطاء عنی شد، دیر شد اون حاجت، به خاطر علم خداست به عواقب امور، میدونه این برام ضرر داره، عطا نمیکنه. نه اینکه من بیام حالا به خاطر این عتاب کنم خدا رو، بگم خدایا شکرت، تو مصلحتمو میدونی، شکر. این پیرمردهای قدیم و این بزرگترها همیشه زبانش شاکر بود. بله. عطا کردی، شاکر.
داده و نداده چون شکر حالا چی دور شده حتما مصلحته همینقدر بله. که بدونیم خدا حکیمه بفهمیم این رو دیگه عتاب نخواهیم کرد بلکه تواضع میکنیم و تشکر خدا خیرتون بده ممنون و متشکرم انشالله باورمون و فهممون نسبت به این مباحث بیشتر بشه انشاءالله و خدا به ما کمک بکنه یک آداب و ادبی رو در محضر خودش رعایت بکنیم هرچند یه وقتایی یه کسایی یه کاری رو برای بار اول انجام میدن و درب اون مسیر به روی خیلی ها باز میشه که اونم میشه امتحان اولین کسی که توهین کرده وجود نازنین آقا رسول الله که انهو از روی جوب پرید و خیلی ها متاسفانه به عنوان پیروان اون دارن دنبالش میرن تا همکنون توهین های ریز و درشتی رو به آقا رسول الله انجام میدن خب یک بخشش مال مظلومیت مسجل حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعینه یه بخشش هم مال امتحان برای ماست که آیا ما به عنوان پیروان حقه این مکتب اهل دفاع هستیم اهل سربازی و جانباختن برای این امور هستیم یا خیر یک بخشیش هم برای پرده کنار زدن دیگه وقتی اون نفری که کنار بستر پیغمبر نشسته بود و حضرت درخواست قلم و دوات کردن و اون جمله‌ای که انسان اصلا شرمش میاد بعد از 1400 سال هنوز ولو در قالب لغات تاریخ بیان بکنه به زبون آورد که انهو دیگه همه فهمیدن که آقا میشه و میبینیم روز به روز دارن تا به امروز تو جاهای مختلف تو شرایط مختلف توهین میکنن حالا من حتی این جمله رو بهش اضافه میکنم خواسته یا ناخواسته که غیر ممکنه کسی که انان یک سخنی رو به دست گرفته و داره حرف میزنه ناخواسته واژه انتخاب میکنه خیلی هم این گونه نیست بالاخره یک هدفی پشتشه اون واژه رو یا یک جای خونده یا یک جای تنظیم کرده توی گفتارش و داره از زبان خودش یه چیزی رو بیرون میاره ولی سکوت من و امثال من خیلی بدتر خواهد بود پیغمبر رحمت للعالمینند پیغمبری که حاضر نمیشه جان از بدنش مفارقت بشه الا تکلیف امتش روشن بشه پیغمبری که در روز قیامت پرچمدار شفاعت امتشه و دیگر پیامبران حتی پرچم رحمت و شفاعت رو به دست نمیگیرن امتشون شاید به قریبه به مضمون دارم عرض میکنم سرگردانند ولی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله همه امتش رو در بر میگیره پیغمبری که نشستن و برخواستنش با لبخند بوده پیغمبری که بچه ها سنگش میزدن شکمبه گوسفند از روی پشت بام به سرش میریختن ساق پای او زخم میشد ولی که همواره لبخند روی لباش بود پیغمبری که الیوم یوم الملحمه رو تقدیر میده و شعار رو تبدیل میکنه الیوم یوم المرحمه این گوش تلخ نیست گوش تلخ اونایی هن که هیزم آوردند گوش تلخ اونایی هن که ولی خدا رو دست بسته بردند گوش تلخ اونیه که نعره میزد هیزم بیارید گوش تلخ اونهایی بودن که حق مسلم امامت رو رو بودن گوش تلخ اونهایی بودن که بازوی حبیبه دادار رو شکستن اینها از روی احساس نیست اینها از روی گزارهای تاریخه پیغمبر همواره رحمت بوده شفقت بوده که قرآن میگه اگر تو تند بودی مردم از کنار تو میرفتن همکنون اونهایی که بشناسن و رفتار و اخلاق پیغمبر رو به دست بیارن بعد از 1400 سال هنو به او میخورن به سمت او میگرایند من انتخاب واژه رو سهل و بدون مثلا حساب شده نمیبینم و سلام عقنگردارتون یا علمت خارم ولی به دامن جاری بود گلابم پیش تو دور از تو لب تشنه بین آبم
خواهی ببر به دوزخ، خواهی به خان به جنت، پیوسته کن عذابم، اما مکن جوابم. من مستحق قهرم، تو خوانده ای ز مهرم، در حیرتم ندانم بیدار یا که خوابم. مهرت گل سرشتم، ذکرت گل بشتم، در زیر سایه تو و بر طرز آفتابم. در پرده پوشی تو از بس گناه کردم، ترسم که شعله خیزم از پرده حجابم. شرمندگی و خجلت بالاترین عذاب است، یا رب دگر مسوزان در آتش عذابم. تو میکنی عنایت از لطف بی دریغم، من میکنم تلافی با جرم بی حسابم. محصول من گناه است، پروندم سیاه است، دوزخ به خشم آیم از خواندن کتابم. اعضای پیکرم را از یکدیگر جدا کن، اعضای پیکرم را از یکدیگر جدا کن، اما جدا مگردان از مهر بود ترابم.